سلام، وقتتون بخیر. I am the game 666. بدون شک براک لستر در حوزه ورزش‌های رزمی نامی شناخته شده است. از زمانی که وارد کمپانی WWE در سال 2002 شد، فوراً به یک ستاره تبدیل شد و چندین پیروزی و قهرمانی رو از آن خودش کرد. با این حال برخی از واقعیت‌هایی در مورد براک لستر وجود دارد که جای بحث دارند و تو این ویدیو به 5 تا از این حقیقت‌ها می‌پردازیم. براک لستر قبل از اینکه به رینگ بیاد یک کشتیگیر آماتور در حد خیلی خوب بود. براک در سال 2000 قهرمان سنگین وزن NCAA و دوبار بهترین کشتیگیر NCAA در تمام آمریکا شد. وی 4 سال در کالج رسلینگ رکورد بی‌نظیر 106 برد 5 باخت رو کسب کرد. کمپانی WWE متوجه استعداد براک لستر شد و آن زمان کمپانی WWE تماشاچی زیادی نداشت. با این حال با براک قرارداد 250,000 دلاری بست و براک عضوی از اعضای کمپانی WWE شد. بعد از اینکه براک لستر از UFC جدا شد و به کمپانی WWE پیوست، به صورت یک کشتیگیر نیمه فعال یا به اصطلاح پارت تایمر در اومد و حتی خودش گفته که خیلی از کشتیگیرهای حال حاضر کمپانی رو نمیشناسه. همچنین اهمیتی به پروراندن استعدادهای جدید نمیده و علاقه ای هم به افرادی که میخواهند این کار رو آغاز کنن نشان نمیده. به گفته خودش فقط کارم رو انجام میدم و میرم خونه. فقط همین. براک لستر در سال 2001 در کنتاکی به دلیل خرید مقدار زیادی استرویدهای آنابولیک دستگیر شد. اما بعد از مدت کوتاهی آزاد شد، چرا که اون فرم قانونی رشد هورمون رو داشته و مشکلی برای خرید مقدار زیادی هورمون نداشت. حتی وکیل براک لستر ادعا کرده بود که پروتئین بودن نه هورمون، که ماموران و قاضی گفتن بیا برو خونتون، برو پسر، برو خوشحال. زمانی که براک لستر میخواست کمپانی WWE رو ترک بکنه، یک قراردادی با WWE نوشت که خلاصه این قرارداد این بوده که در هیچ کمپانی کشی نمیتونه بگیره مگه اینکه برای مدتی به عنوان یک سورپرایز بزرگ در یک کمپانی ورود بکنه و در اولین مسابقه قهرمان بشه. این اتفاق بعد از مدتی افتاد و براک لستر در نیو جاپان پرو رسلینگ ظاهر میشه و در اولین مسابقه خودش قهرمان سنگین وزن IWGP میشه. براک لستر اعترافی کرده و گفته که الکل زیاد میخوره، تقریبا در روز یه بطری ودکا رو به تنهایی میخوره، علاوه بر اون صدها قرص ویکودین در هر ماه برای از بین بردن درد گردن و کمر و زانو مصرف میکنه، که همین موضوع باعث شده که براک بگه من 2 سال که در WWE به صورت تمام وقت کار کردم، کاملا حافظه خودم رو از دست داده بودم و خیلی سفر کردن منو از پا در آورد و استرس زیادی رو به من وارد میکرد. در واقع براک خیلی چغر و بد بدنه که با مصرف این همه دارو هنوز زنده است. امیدوارم که لذت برده باشید. اگه لذت بردید و خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.